آیا می دانید خطرناکترین دریاچه های جهان کدامند؟ با ما همراه باشید تا خطرناکترین دریاچه های جهان را با هم بررسی کنیم. گودال آبی بزرگ. این دریاچه در کشور بیلز در مجاورت دریای کارائیب قرار گرفته است و جزرومت آن را به یک گرداب عظیم تبدیل می کند که می تواند همه چیز را در خود غرق کند. از این رو بسیار خطرناک و ترسناک می باشد. اما با وجود این همه باز هم افراد بسیار زیادی وجود دارند که علاقه مند به شنا در این گودال هستند. جالب است بدانید ژاک کوستو، یکی از افسرهای دریایی فرانسه، از این دریاچه به عنوان یکی از بهترین مکان‌های غواصی جهان نام برده است. چاه یعقوب. این دریاچه یکی از جاذبه‌های گردشگری محبوب در تگزاس، واقع در ایالات متحده آمریکا می‌باشد و در اصل غاری عمودی به قطر 4 و طول 10 متر می‌باشد که از غارهای کوچک و بزرگ تشکیل شده است. در عمق آب برخی از دریاچه‌ها با لایه‌های آهک، شن و ماسه پوشیده شده است که ممکن است یک تلنگر در هم بریزد و راه خروج را بر روی شما ببندد. متاسفانه تا به امروز 8 غواصی که سعی بر کنجکاوی در غارهای این دریاچه را داشتند، جان خود را از دست دادند. دریاچه میشیگان. این دریاچه در آمریکای شمالی قرار گرفته است و تقریباً به اندازه مثلث برمودا مشهور است. زیرا یکی از وحشتناک‌ترین سقوط‌های هوایی که از آن به عنوان مرگبارترین حادثه هوایی تاریخ آمریکا یاد می‌کنند، در این دریاچه رخ داده است. البته دلیل حقیقی خطرناک بودن این دریاچه جریان ناگهانی تشکیل آن می‌باشد. لازم به ذکر است دریاچه میشیگان دومین دریاچه بزرگ جهان از لحاظ حجم و سومین دریاچه بزرگ جهان از نظر مساحت سطح می باشد. دریاچه ناترون. این دریاچه در کشور تانزانیا در شرق قاره آفریقا قرار گرفته است که یکی از جامع‌ترین و قلیایی‌ترین دریاچه‌های روی زمین است و پوسته نمکی قرمز رنگ آن به دلیل وجود سدیم کربنات در واقع خاکستری از آتش فشان است. دمای آب این دریاچه در بعضی از نقاط به 120 درجه فارنهایت میرسد که به همراه قلیایی بودن آن تقریبا محیطی نامناسب برای اغلب آبزیان است و تنها 3 نوع ماهی در آن یافت میشود. آنچه که این دریاچه را ترسناکتر میکند اجسادی است که به صورت مجسمه به ساحل میراند. مواد مذابی که در این دریاچه وجود دارد موجوداتی که در آن میمیرند را به مومیایی تبدیل میکند و سپس آنها را پس میزند. دریاچه نعل اسبی. این دریاچه در کشور آمریکا قرار دارد و 6 کیلومتر متری جنوب غربی شهر پیج منطقه آریزونا محل دقیق قرارگیری آن است و به دلیل شباهت بسیار آن به نعل اسب این نام را برای آن مناسب دانستند. دیوکسید کربنی که دریاچه نعل اسب از خود منتشر می‌کند سبب خطرناک بودن و شهرت آن شده است. این دریاچه تا به امروز جان 4 نفر و 120 هکتار درخت را گرفته است. دریاچه جوش. دریاچه جوش در کشور دومینیکا و در آمریکای شمالی قرار گرفته است. بخارهایی که سطح دریاچه را پوشانده‌اند بسیار جلوه زیبایی به آن بخشیده است. اما مبادا این ظاهر زیبا شما را فریب دهد. این دریاچه می‌تواند تا دمای 92 درجه سانتیگراد بالا برود و این اتفاق ممکن است در چند ثانیه رخ دهد. به همین دلیل شنا در آن مطلقاً ممنوع است. دریاچه ریو تینتو. این رودخانه که به رودخانه آتشین شهرت دارد در کشور اسپانیا قرار گرفته است و برخلاف رودخانه هایی که تا به امروز دیده اید دارای آبی به رنگ قرمز می باشد. دلیل آن نیز وجود باکتری های بی هوازی است که سبب اکسیداسیون فلز می شود. این جاذبه دارای چشم‌اندازی بسیار زیباست که در این حال بسیار نیز برای گردشگران خطرناک است و افراد هنگام بازدید باید به شدت محتاطانه قدم بردارند. دریاچه کیبو. یکی از بزرگترین دریاچه‌های آفریقایی دریاچه کیبوست که شکل ظاهری نامنظم آن سبب شده نتوان سطح آن را به صورت دقیق اندازه‌گیری کرد. آنچه این دریاچه را ترسناک می‌کند وجود منبع متان در قلب آن می‌باشد که البته دانشمندان امیدوارند بتوانند به کمک این منبع به انرژی الکتریسیته دست یابند، اما در صورت آزاد شدن گاز متان یا زلزله کوچک این دریاچه انفجار بسیار بزرگی ایجاد می‌کند که می‌تواند 2 میلیون نفری که در اطراف آن ساکن هستند را تبخیر کند. حمام شیطان. و اما جایگاه خطرناکترین دریاچه جهان در این لیست متعلق به دریاچه‌ای در کشور نیوزلند است که قطعاً زیباترین دریاچه سمی است که تا به حال دیده‌اید.
رنگ فسفوری دریاچه حمام شیطان دل هر بیننده ای را میبرد، اما متاسفانه این رنگ زیبا حاصل وجود انواع گازهای آتش فشانی و عناصر سمی است که سبب شده آن را با این نام بشناسیم. دلیل به وجود آمدن این گازهای سمی در این برکه انرژی گرمایی بسیار بالای زمین در این منطقه است. به نوعی میتوان گفت این دریاچه زیباترین دریاچه سمی جهان است. آنقدر سمی که حتی برای تماشای آن نیز به فاصله امن نیاز دارید که حریم آن را نرده‌های چوبی دور تا دور این دریاچه مشخص کردند. دریاچه حمام شیطان بیشتر شبیه به یک برکه یا باتلاق است، زیرا آب آن راکد و بی حرکت می باشد. خب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و در آخر اگر از دیدن این برنامه لذت بردین، حتما برنامه رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که برای دیدن برنامه‌های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.